فصل هشتم و اما درباره خوراک های تقدیم شده به بت‌ها، البته همانطور که شما میگویید همه ما اشخاص دانایی هستیم، ولی چنین دانشی آدم را مغرور میسازد، اما محبت بنا میکند. اگر کسی گمان میکند که بر همه چیز واقف است، واقعا آنطوری که باید و شاید هنوز چیزی نمیداند. اما کسی که خدا را دوست دارد به وسیله خدا شناخته شده است. پس درباره خوراکهایی که به بت‌ها تقدیم شده است، ما می‌دانیم که بت واقعیت ندارد و خدای دیگری جز خدای یکتا نیست. حتی اگر به قول آنها خدایانی در آسمان و زمین وجود داشته باشند، همانطور که می‌بینیم آنها به این گونه خدایان و خداوندان معتقدند، برای ما فقط یک خدا هست، یعنی خدای پدر که آفریننده همه چیز است و ما برای او زندگی می کنیم و فقط یک خداوند وجود دارد، یعنی عیسی مسیح که همه چیز به وسیله او آفریده شد و ما در او زیست می کنیم. اما همه مردم این را نمی دانند. بعضی ها چنان با بت‌ها خو گرفتن که تا به امروز خوردن خوراکی هایی را که به بت‌ها تقدیم شده خوردن قربانی های بت‌ها می دانند. و هر وقت از آن بخورن وجدان ضعیفشان جریح دار می گردد. البته خوراک ما را به خدا نزدیکتر نخواهد ساخت. نه از خوردن آن غذاها نفی عاید ما می شود، نه از نخوردن آنها ضرری. اما مواظب باشید، مبادا این آزادی عمل شما به نحوی باعث لغزش اشخاص ضعیف گردد. اگر کسی تو را که شخص دانایی هستی بر سر سفره بتکده نشسته ببیند، آیا این عمل تو کسی را که دارای وجدان ضعیفی است به خوردن قربانی های بت تشویق نخواهد کرد؟ پس روشن فکری تو باعث می شود برادر ضعیفی که مسیح به خاطر او مرد نابود شود و به این ترتیب شما نسبت به برادران خود گناه می کنید و وجدان ضعیف آنها را جریح دار می سازید و از این بدتر نسبت به خود مسیح هم گناه می کنید. بنابراین اگر خوراکی که می خورم باعث لغزش برادرم شود، تا ابد گوش نخواهم خورد، مبادا باعث لغزش او بشوم.